من سلیمانی امیری هستم در روز سه‌شنبه 13 تیر ماه در خدمت شما با برنامه بازشناسی باورها. بحث ما پیرامون دموکراسی در دو برنامه قبل در برنامه گذشته به مناسبت عید قربان معطل ماند و در واقع بخش عمده آن به این برنامه موکول شد. البته اهمیت باورهای دینی هم برای بازشناسی نزد ما پوشیده نیست. آنچه که ما در حوزه دیانت که عمده مناسبات اجتماعی و فکری ما رو سامان میده رو باید مد نظر قرار بدیم. در کنار اون هم خب به مفاهیم سیاسی و اجتماعی خواهیم پرداخت. نیست امروز ما در مورد دموکراسی نیازمند یک مقدمه است و این مقدمه این است که از چند مدخل وارد بحث خواهیم شد. نخست این که من بد نمیدانم بحثی رو که آگوست کونت مطرح میکنه در مورد دوران فکری بشر رو برای ورود به بحث طرح بکنیم، با این که آگوست کونت معتقد هست دوران بشری از سه دوره فکری گذر کرده. البته مخالفانی هم داره، موافقانی هم داره، اما طرح کلی او در اینجا بی مناسبت نیست. اولین دوره‌ای که آگوست کونت به عنوان یکی از بزرگترین جامعه شناسان مطرح می‌کنه، دورانی است که بشر از نظر فکری باور به مسائل ربانی داره، مسائل الهیاتی و ماورایی داره. پیرامون خودش رو وقتی نگاه می‌کنه، به دنبال علل منطقی یا تجربی نیست، بلکه سعی می‌کنه اون مناسبت‌ها رو از دریچه تخیل، توهم و امور ماورایی بررسی بکنه. از دل اون هم باورهای خرافی دینی هم به وجود میاد. اون چیزی که ما در برنامه گذشته عرض کردیم در مورد ریشه های عید قربان به همین مسئله هم تا حدودی نظر داشت. انسانی که سعی میکنه در برابر طبیعت، آن نیرویی که قدرت فائقه داره نسبت به انسان، از در تضرع، زاری و نیایش قربانی بیرون بیاد که بتونه جلب نظر آن نیروی قدرتمند تر رو انجام بده. طبیعی است که در این مرحله کسانی که در اون بستر و فضای فکری نمایندگان این تفکر هستند یا متولیان این تفکر هستند دارای قدرت میشه، مشروعیت پیدا میکنن، اقتدار پیدا میکنن. یعنی من وقتی در درون یک جامعه بدوی زندگی می کنم، در یک جامعه ابتدایی و اولیه زندگی می کنم و مسائل بر من پوشیده است، در غیب وجود داره، عللش نزد من مکشوف نیست، طبیعی است انسانهایی که از غیب خبر می دن، حالا در قالب کاهنان، شمنها، پیشگویان و انواع و اقسام این افراد بگیرید تا انبیا، کسانی که معتقد هستند ما میدانیم در عرش چه کسی نشسته، جهان رو چگونه اداره میکنه، امور انسانها رو چگونه سازمان میده، اساسا انسانها رو اصلا چگونه خلق کرده و از ما چه میخواد، آنها رو ما به شما ارائه میکنیم. الذین یؤمنون بالغیب، یعنی آنهایی که ایمان دارند به غیب، و غیب یعنی آن چیزی که جلوی چشم ما نیست، جلوی قوای حسی ما نیست، بر ما پوشیده است. و وقتی مشکلاتی ایجاد میشه، خب یک کاهنی، یک رمالی، یک شمنی، یک پیامبری مدعی است من میدانم اسباب این مشکل در کجاست. بنابراین جامعه تن میده به اقتدار او، به مشروعیت یک چنین شخصی، و او به راحتی میتواند بر امور جامعه حکومت، یعنی دست بالا رو داشته باشه، برای اینکه در برابر یک کارگر، یک کشاورز، یک دامدار برگردن و به یک روحانی یا یک کاهن یا یک شمن رأی بدهند، اقتدار او رو بپذیرند، او رو بر خودشون امیر و حاکم و شاه. به همین دلیل است که جنبه های شاهانه نزد اقوام گذشته جنبه های خدایی بود. یعنی آنچه که اسباب ممیزه شاه با مردم بود این نبود که او هم مثل ما انسان است، بلکه او داره فر ایزدی است، او ویژگی هایی دارد که از جانب
خدا یا آن موجود متعالی یا اشیایی که نزد ما اهمیت داشتن، زیبایی داشتن، برای ما برگزیده شده. شما امپراتوران ژاپن، سرزمین آفتاب تابان، به میکادو معروف بودند، یعنی کسانی که فرزندان خورشید هستند. در مصر هم همین گونه بود. آمونها یا توت‌عنخ‌آمون و افراد دیگر نمایندگان خورشید بودند، فرزندان خورشید بودند. عده‌ای فرزندان ماه بودند. به دلیل اینکه خورشید نزد مردم جوامع اولیه یک ابهتی داشت، یک زیبایی داشت و البته کارکرد هم داشت. به واسطه او گرما می گرفتن، کشاورزی رو اونق می گرفت، جامعه و مردم رو می دیدن، می توانستن به راحتی مسافرت بکنن و اینها اسباب برکشیده شدن این مظاهر طبیعت بود. و طبیعی است که نمایندگان این طبیعت یا مظاهر طبیعت هم بر ما حاکم باشن. و همین دلیل اگر قربانی می کنیم باید نزدیک روحانی قربانی بکنیم. اگر قصد داریم خیراتی انجام بدیم یا کار اجتماعی انجام بدیم، اون روحانی باید این رو تایید کنه. از دل همین نوع استیلا و سلطه فکری هست که بعداً روحانیت خودش رو در مقام مرجعیت قرار میده و بعد به حکومت میرسه، به حق خودش میده. این که در انقلاب 57 جامعه تن میده به زعامت یک روحانی به این دلیل است که هنوز بستر فکری جامعه در دوران الهیاتی به سر میبره، در دوران ربانی به سر میبره. هنوز هم احساس میکنه که زیر عبای یک روحانی میتوان به اخلاقیات رسید، به آزادی رسید، به دموکراسی رسید. دوران دومی که آگوست کونت از اون به عنوان دوره دوم فکری انسان ها صحبت میکنه، دوران فلسفی است، دوران مابعد و طبیعی است، که البته این دوران تلازم هم داره با دوران دیانت. یعنی این گونه نیست که کاملا بشر از اون دوران اولیه جدا بشه، بلکه کمی ذهنهاش ورزیده میشه، سعی میکنه برای باورهای دینیش هم دلائل موجه پیدا کنه. شما در جهان مسیحیت این رو میبینید، اندیشمندانی مثل سنت اگوستین گرفته به بعد و حتی قبل از او، سعی میکنن در کتابهای خودشان که به مسائل دینی و سیاسی پرداختن به دنبال دلایل منطقی هم بگردن، هرچند اون دلایل منطقی بسیار خام، ابتدایی، سطح پایین. در این دوران شما یک نظام اجتماعی میبینید که در اون طبقات دیگر هم وجود دارن. یعنی وقتی حاکمان اولیه تشکیل میشن، شکل میگیرن، سازماندهی میشن، نیاز به نیروهای حامی هم دارن که بخشی از اون نیروها نیروهای نظامی هن. به همین دلیل است که بخشی از خدایان اقوام اولیه خدایان جنگ هن، خدایان قدرت هن، خدایان نیرو هستن. و وقتی شما چنین خدایانی رو هم دارید، جنگاوران هم میتوانن در این دوران برجسته شن. وقتی شما اندیشمندان مختلف رو هم دارید، اونها هم میتونن همرده بشن با شما و گروه های دیگر. بنابراین در دوران دوم شما میبینید دورانی است که امپراتوران یا حاکمان غالبا نظامیان هستند، پهلوانان جنگی هستند، نیروهای نظامی هستند و یا پادشاهانی هستند که اگر هم نظامی نباشند، اتکای اونها بر نیروهای نظامی است. و این دوران رو شما میتونید در دوران کنونی هم ببینید. بسیاری از دیکتاتورها سعی میکنن بر روی ارتش یا نیروهای نظامی در کنار دیانت تکیه بکنن. دوران سومی که آگوست کونت نام میبره، دورانی است که بشر وارد دوران علمی میشه، اثباتی میشه، پوزیتیویستی میشه. در این دوران ویژگی این است که شما آن چیزهایی رو بپذیرید که با محک تجربه، علم، آزمون سربلند بیرون بیاد و دیگر باورهای خرافی یا مسائلی از این دست دیگه به حد اقل میرسه یا فاقد وجاهت میشه. در این دوران بشر یاد میگیره که امور شخصی خودش رو، امور سیاسی خودش رو، امور اقتصادی خودش رو زمانی برنامه ریزی بکنه که طی یک برنامه ریزی آزمون پس داده و موفق بتونه جامعه رو هدایت بکنه، به معنی تجربه بذاره، معرفت خودش رو از اموری میگیره که در دسترس اوست با استفاده از حواس و کمترین
اهتمام رو به غیب داره، دیگه غیب براش فاقد موضوعیت میشه. در این دوران تکنولوژی ایجاد میشه، صنعت ایجاد میشه، صنایع سبب رشد جامعه میشن. منظور روش صنعتی است نه خود صنعت. روش صنعتی یعنی که شما اگر کشاورزی هم میکردید در گذشته، امروز دیگه اون کشاورزی سنتی رو نداری که مثلا 50 انسان جمع بشن برای درو کردن محصول به زمین فلانی بروند و بعد از 4 روز در واقع اون محصولات رو به شکلی جمع‌آوری بکنن. امروزه با دستگاه‌های صنعتی مثل کمباین یا تراکتور یا چیزهای دیگر در چند ساعت شما میتوانید یک زمینی رو درو بکنید، محصولاتش رو یا میوه‌هاش رو بچینید و بعد دسته‌بندی بکنید، اتلاف منابع کمتر رخ بده و اینها روش صنعتی است. این روش رو شما در بقیه جنبه‌های زندگی هم میتونید ببینید. بنابراین ما وقتی صحبت از صنعتی شدن میکنیم به این معنا نیست که شما فقط ماشین آوردید، نه، بس این است که اساساً روش صنعتی میشه. در این دوران خب بشر متوجه شد که از دل عقلانیت، تعقل، آزمون و تجربه و دور شدن از آن چیزی که مربوط به غیب بود، توهم بود، تخیل بود، علومش نزد یک انسان خاصی بود، حالا در قالب کاهن، پیشگو یا هر چیز دیگر، ما بهتر میتونیم جامعه خودمون رو هدایت بکنیم. یعنی علم سبب میشه که ما بتوانیم به شکل تخصصی تری مشکلات خودمون رو حل بکنیم. این سبب یک آتوریته میشه، یه اقتدار میشه، یه مشروعیت برای افرادی میشه که صاحب اون علم هستند، صاحب اون نظر هستند، صاحب اون تخصص هستند. در گذشته یعنی در دوران ابتدایی بشر همه چیز در قالب دیانت یا اون نگاه الهیاتی حل میشد. اگر بشر بیمار بود باید میرفت نزد یک کاهنی، نزد یک پیامبری، نزد دیگری که اون رو شفا بده. شما دیدید برخی از این معجزاتی که به انبیا نسبت میدن، مسئله شفا دادن بیماران، زنده کردن مردگان و انواع و اقسام این هاست. جدای از بحث تخیلی بودنش، غیر علمی بودنش، نشان از روح حاکم آن زمان داره، نشان از فضای فکری آن زمان داره که توسط نویسندگان این کتاب ها در اون کتاب ها درشو و امروز به دست ما رسید. شما اگر میخواستید مشکل اقتصادیتون رو حل بکنید، باز هم میرفتید به سراغ یک رمال، یک پیشگو، یک شمن، یک کاهن که او به شما بگه آیا اوضاع مالی شما خوب خواهد شد یا خیر، چه کار بکنید که اوضاع مالی شما خوب خواهد. شما میبینید در بسیاری از این دعاهای دینی وجهای از این دعاها هست، دعای رزق و روزی، دعاهای رسیدن به فرزند سالم، رسیدن به یک منزل خوب، انواع و اقسام اینها رو شما میتونید ببینید. همه اینها نشان میدهد که امور اقتصادی، امور اجتماعی، امور سیاسی از قالب و دریچه ذهنی یک کاهن عبور میکرد. اما امروز در دوران علمی همه چیز تخصصی است. یعنی اگر شما مشکل اقتصادی دارید به نزد یک پزشک نمیرید، بلکه سعی میکنید برنامه های اقتصادی که در دانشگاه ها، مراکز علمی یا هر کجا هست رو نگاه بندازید، تطبیق بدید، بررسی بکنید. اگر شواهدی وجود داره که این برنامه اقتصادی در یک جامعه توانسته آزمون خود رو به نیکی پس بده، او رو به کار میکنید. اگر هم احساس کنید نه، برنامه اقتصادی این فیلسوف یا این اندیشمند به کار ما نمیآید، او رو کنار میذارید و اندیشه های یک فیلسوف یا یک اندیشمند اقتصادی رو به کار. در حوزه پزشکی هم همین. آنقدر این بحث ها تخصصی شده که شما اگر احساس کنید بیماری شما با مراجعه به یک پزشک عمومی درمان نشده، به نزد یک پزشک متخصص میرید. اون پزشک متخصص هم بر اساس تجربه واحد شما رو درمان نمیکنه. نمیگه که دیروز هم یکی آمد گفت سرم درد میکنه، امروز هم شما هم که میگی سرم درد میکنه، پس همان نسخه‌ای که آن بیمار رو توانسته شفا بده در مورد شما میدم. نه، شما رو میفرسته به مراکز مختلف، آزمایش های مختلفی بدید، از شما سوال میکنه آیا بیماری های زمینه ای دارید، ندارید. یعنی آنقدر بحثا تخصصی و علمی است که امروز بشر براش خیلی رو ساده شده. یعنی باور نمیکنه که کسی اگر مشکل اقتصادی داره بره به مرقد
فلان امام اونجا درخواست بکنه که امام من منزل ندارم، خانه ندارم، اتومبیل ندارم، شغلی ندارم و شما به من بده، مگر اینکه همان انسانی باشد که از نظر فکری در همان دوران ابتدایی زندگی میکنه، یعنی از نظر جسمی در دوران علمی زندگی میکنه، از نظر ذهنی و فکری هنوز در دوران ماقبل علمی زندگی میکنه، در دوران تفهم و تخیل و مسائلی از این دست. بنابراین در دوران علمی که کارها تخصصی میشه، مشروعیت ها هم تخصصی میشه. همین دلیل است که ما مغالطه توسل به مرجع کاذب داریم. یعنی اگر آقای الف در زمینه فیزیک صاحب نظر، شما نمیتونید در مورد پزشکی نظر او رو به عنوان یک نظر صائب بپذیرید، مگر اینکه با معیارهای علم پزشکی مطابقت بکنه. به صرف اینکه او در فیزیک متخصص هست، دلیل بر این نیست که مرجعی باشد برای استدلال یا دلیل نسبت به یک موضوع دیگری که در زمینه اقتصاده. یا اگر یک اقتصاددان خوبی است، دلیل بر این نیست که او بتواند در مسائل مربوط به تربیت فرزندان هم متخصص باشه، در حوزه روانشناسی متخصص باشه. نه خیر، این مرجعیت کاذب در گذشته عرض کردم وجود داشت. روحانیت در مورد همه چیز نظر میداد. از نظر روان مشکل داشتید، از نظر تربیت فرزند مشکل داشتید، حتی اینکه چگونه یک زن و مرد با هم نزدیکی بکنن، در مورد همه چیز نظر داشت. اینکه در کتابی مثل قرآن میگوید لا رتب و بلا یابس الا فی کتاب المبین، یعنی هیچ تر و خشکی رو فروگذار نکردیم، همه در کتاب مبین یا حالا قرآن یا کتاب دینی دیگری هست، ناشی از همین خطاست. یک انسانی متخصص هست در همه زمینه ها. امروزه با تخصصی شدن علم ما اینها رو به عنوان مرجع کاذب میشناسیم. در دل این تفکر افراد متخصص سعی میکنن در حوزه تخصصی خودشون نظر بدن و مردم هم باید اونها رو در همون حوزه‌ای که تخصص دارن به کار بگیرن. در این جامعه حاکمان صاحبان تخصصن، یعنی افراد حرفه‌ای، صاحبان تکنولوژی‌ان، صاحبان سرمایه‌ان. چون چه بخوایم یا نخوایم اونها بر ما حکومت میکنن. به طرق مختلف، اندیشمندانی در حوزه نظر، در امور اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، یا افراد دیگری در حوزه تکنولوژی با هم کار میکنن. بنابراین طبیعی است که از نظر آگوست کونت وقتی ما به این سه دوران نگاه میکنیم، تا حدودی متوجه میشیم که انسانها مشروعیت، اقتدار و قدرت یک نفر رو از دل چه زمینه های فکری بیرون. در کنار این، وقتی صحبت از مشروعیت میکنیم، به این معناست که شما با رضایت خودتان سلطه، استیلا و آمر بودن یک نفر رو نسبت به خودتون بپذیرید. یعنی من وقتی در سر کلاس درس آنچه که معلمم میگه یا استادم میگه میپذیرم، به این دلیل است که او برای من مشروعیت دارد در تدریس این درس ها. اگر در درون خانه حرف پدر و مادر رو میپذیرم، به این دلیل است که حالا یا از طریق، حالا من عرض خواهم کرد به چه طرقی اینها صورت میگیره، من آمریت پدرم رو بر خودم پذیرفتم، سلطه مادرم رو بر خودم پذیرفتم، که او اگر حرفی رو میزنه طبیعیه که من بپذیرم او در این زمینه صاحب نظر، صاحب تخصص و این حق رو داره. دلیل اطاعت ما برمیگرده به چند عامل. یکی از اون عوامل سنت ها هستن، عواملی که در سنت ها وجود داره که بسیار هم متنوع. اونها به ما یاد میدن از کودکی که جلوی پدرت پاتو دراز نکن، در برابر رئیس یا کت خدای ده حرفی نزن،
در برابر مقام بالاتر، برادر بزرگتر، سرت رو پایین بنداز. و انواع و اقسام این مسائل که حالا از بود شخصی تا بود سیاسی رو در بر میگیره، مناسبات ما با دیگران و افراد دیگر رو تنظیم میکنه. جنبه دوم، اطاعت پذیر کردن جامعه، نظام و سیستم پاداش و جزاست. یعنی جایی که فقط نصیحت فایده‌گر نیست، انسان‌هایی هستند که همیشه در برابر نصیحت ناصحان تمرد میکنن، حرفی گوش نمیدن. با اونها چه باید کرد؟ سیستم دومی که ایجاد میشه نظام پاداش و جزاست. یعنی میگه اگر تو شهروند خوبی باشی، ما راه رو باز میگذاریم که شما وارد جامعه بشی، فعالیت بکنی، ثروت کسب کنی، ازدواج کنی، صاحب فرزند بشی و چیزهای دیگه. اگر نه انسان متخلفی هستید، ما شما رو میبریم در زندان، تبعیدت میکنیم و در نهایت اعدامت میکنیم، میکشیمت. و این سیستم جزا و پاداش برای اطاعت پذیر کردن مردم به کار میره و امروزه اون رو در قوانین جزایی، قوانین مدنی و دیگر قوانین شما میتونید ببینید. آن چیزی که ما تن میدیم بهش یک نظام جزا و پاداش. و سومین وجه اطاعت پذیر کردن مردم، مشروعیت ها هستند. یعنی چیزی که شاید نیاز به جزا و پاداش نداره، اما من اون رو میپذیرم. این مشروعیت ها بسیار متنوع هست، بسیار متکثر هست. در بُعد سیاسی که امروز مقصود ما هست، وبر و دیگر اندیشمندان به این مسئله پرداختن. حالا غالبا هم یک پاورقی است بر اندیشه های وبر، تقریبا هم شبیه هست آنچه که فیلسوفان و اندیشمندان سیاسی آوردن در مورد اقتدار و مشروعیت، برمیگرده زیل همان سگانه وبری که من عرض خواهم کرد، آقای ماکس وبر، جامعه شناس آلمانی. ایشان معتقد هست که مشروعیت ها یعنی آن چیزی که سبب اقتدار میشه. اقتدار با قدرت فرق میکنه در امر سیاسی. قدرت یعنی اینکه شما شخصی رو برخلاف میلش مجبور میکنید به اینکه امر شما رو بپذیره، حالا یا با زور سرنیزه یا با اکراه اجبار یا هر چیز دیگه. ما در امر سیاسی بهش میگیم قدرت. اما اقتدار رغبت شخص فرمانبر مهمه. یعنی وقتی من سخنی میگم، مردم تبعیت میکنن با رغبت و رضایت، نیاز به زور و سرنیزه هم نیست. بنابراین حکومت های مقتدر حکومت هایی هستند که مردم به رغبت با رضایت تن میدن به خواسته های اونها. اما ممکنه یک حکومتی قدرت داشته باشه اما قدرتش با زور سرنیزه است. بسیاری از حکومت هایی که در ایران بودن و هستن هنوز هم حکومت های قدرتمندن، اما حکومت های مقتدر نیستن، اقتدار ندارن. به همین دلیل که ما همیشه با استبداد روبرو بود. حکومت ها سعی کردن مردم رو با زور، با فشار به سمت خودشون بکشونن، نه اینکه مردم تمام و کمال اونها رو قبول دارن، تن میدن. شما الان جمهوری اسلامی رو میبینید، یک حکومتی است که اقتدار نداره، مردم مشروعیتش رو قبول ندارن، اما چون جمهوری اسلامی قدرت داره سرکوب میکنه، میکشه، به نوعی مردم بحث هزینه و فایده میکنن که آیا الان میارزه وارد خیابان بشیم یا نمیارزه و مسائلی دیگر. و جمهوری اسلامی با زور سرنیزه ماند، نه اینکه حکومت اقتدار دارای اقتداری باشه، نه، قدرتش رو از نیروهای نظامی و سرکوبگر میگیره. بنابراین مسئله اقتدار و قدرت به ما نشان میده که اقتدار نوعی پذیرش امر و نهی یک حاکم با رغبت و رضایت. حالا این منابع اقتدار چگونن؟ وبر اشاره میکنه اولین منبع اقتدار سنته، اقتدار سنتی. ریشه‌هاش هم برمیگرده به یک نظام پدرسالار که در اون نظام
آرام آرام برخی جنبه ها به نوع سنتی سبب شدن که شما تبعیت بکنی. من عرض کردم یک فرزند در درون خانه از پدر تبعیت میکنه، یک زن از شوهر تبعیت میکنه، و همین سمت جمع مردان وارد صحنه اجتماعی میشه. کدخدای ده یک شیخی است، یک پدری است، یک بزرگی است، حاکم یک مردی است، و این جنبه های اقتداری سبب میشه که جامعه بتونه ذیل اون مشروعیت، ذیل اون اقتدار زندگی سیاسی خودش رو شکل بده. یعنی سنت ها برای ما تعیین میکنن که چه کسی حاکم ما باشه. بخشی از این نظام های پادشاهی اقتدارشون بر سنت، وگرنه دلیل عقلانی نیست. چرا یک آقایی میمیره پسر او باید به جای او بنشینه؟ هیچ دلیل عقلانی ما ندادیم. بودن پادشاهانی بسیار لایق و فرزندانی بسیار نالایق. چگونه ما به اقتدار این پسر تن بدیم؟ اینو منابع مشروعیت در گذشته وجود داشته و تا امروز هم رسیده. در جنبه قوانینش بسیاری از اندیشه های دینی از همین طریق اقتدار پیدا کردن. اندیشه های اخلاقی، معیارهای اخلاق امروز نزد ما چیه؟ چرا رفتارها و باید و نباید های اخلاقی ما اینها رو ما میپسندیم؟ مربوط به جوامع دیگر باشد نمیپسندیم. شما میبینید در بسیاری از کشورها اخلاقیات مردم ایران با مردم اروپا فرق میکنه. مردم اروپا در اخلاقیات خیلی متفاوتن با مردم شرق. این برمیگرده به اون اندیشه هایی که در درون افکار دینیشون وجود داره، افکار اجتماعیشون وجود داره. کسانی که پیرو کنفوسیوس هستن، آیین شینتو دارن، با افرادی که نوع نگاهشون بودایی هست متفاوته. بودایی ها با نگاه یهودی اسلامی عبری متفاوته. اینها با جوامع امریکای لاتین متفاوته. اونایی که البته در این سنت ها نیستن. باید و نبایدشون فرق. همون گونه که باید و نبایدهای برخی از این اقوام نزد ما نادرسته، غیر عقلانی است، همان اندازه باورهای ما میتونه نزد اونها غیر عقلانی باشه. چون ریشش عقل نیست، ریشش سنته. از سنت آمده. ما پذیرفتیم. و اینها برای ما اقتدار ایجاد کرد. چه مربوط به حاکم باشه، چه مربوط به حکم باشه که در گذشته عرض کرد. دومین جنبه اقتدار و مشروعیتی که مکس وبر نام میبره اقتدار کاریزماتیکه. یعنی آنچه که برمیگرده به ویژگی ها و خصایص خاص یک انسان که سبب میشه انسان های دیگه به او تن بدن، از او به عنوان یک شخصیت کاریزماتیک نام ببرن، دارای یک ویژگی های خاص. این هم برمیگرده به سنن و فرهنگ ها. یعنی شما وقتی در درون سنت هاتون فرهنگ پهلوانی دارید، پادشاهان نامدار دارید، قیام کنندگان بزرگ دارید، اینها نوعی اندیشه در شما ایجاد میکنه که بله، شخصیت هایی هستن دارای ویژگی های خاص که از ما متفاوتن. بنابراین اگر یک چنین شخصیت هایی رو امروز هم دیدیم به اون تن بدیم، چون اونها دارای کاریزما هست. البته جدای از بحث های فرهنگی که در تاریخ و ادبیات و اسطوره های ما هست، جنبه های روانیش هم پر اهمیته که بحث بسیار مفصلی است. اما این هم یک جنبه ای از مشروعیت. جنبه سومی که مکس وبر نام میبره جنبه عقلانی است، تعقلی است، قانونی است. چون قانون چیزی نیست مگر آنچه که خرد جمعی، عقل جمعی در اون متبلور میشه به عنوان قانون. حالا چه قانون اساسی یا قوانین جانبی و زیر مجموعه اون، مثل قوانین تجارت، قوانین جزایی، قوانین مدنی و قوانین دیگر. در واقع تجلی قانون همان خرد جمعی است. به همین دلیل است که تفاوت میکنه بین قانون و حکم.
چون حکم از یک مرجع بالاتر میاد، تک ذهنی است، مربوط به ذهن حاکم، کسی که حق امر و نهی رو به قانون از مردم. در درون این اقتدار و مشروعیت مردم تن میدن به قانونی که خودشون اون رو ایجاد کردن، احساس میکنن نقش داشتن، این قانون رو ایجاد کردن برای تنظیم امور جامعه. در کنار این خب نظام‌های مختلفی به وجود میاد، نهادهای مختلفی به وجود میاد که شما میتونید این جنبه تعقلی اقتدار و مشروعیت رو نشان بدید، مثل نظام انتخابات. انتخابات هم در بخشی از امر سیاسی کاری است که شما حاکم رو تعیین میکنید، نماینده خودتون رو تعیین میکنید، کاری که خودتون شاید نمیتونید برید انجام بدید، شخصی رو تعیین میکنید که شما از طرف ما برو در مجلس در مورد مسائل جاری جامعه شما نظر بده، ما دیدگاه شما رو قبول داریم، اگر هم موردی هست ما به شما منتقل میکنیم، بنابراین شما بروید در درون مجلس برای ما قانون تصویب کنید، شما نماینده مایید. تعیین حاکم، رئیس جمهور، برای اینکه بتونه اون جامعه رو هدایت بکنه، سیاست های کلان دولت رو ادامه بده، چون دولت هم از نظر وبر یگان مرجع اقتداری است در یک سرزمینی به نام کشور، اوست که حق امر و نهی رو داره. در درون این تفکر یعنی نظام عقلانی، رقابت هم به وجود میاد که ما حالا در دموکراسی ها بیشتر به اون خواهیم پرداخت. و وبر این نوع از اقتدار و مشروعیت رو بسیار برجسته میبینه، حالا در قالب بروکراسی گرفته تا مسائل دیگر. در درون جامعه ممکنه هر سه این اقتدارها وجود داشته باشن، یعنی شما وقتی به ساختار قانونی و سیاسی یک جامعه نگاه میکنید میتونید متوجه بشید. شما در ایالات متحده آن اقتداری که وجود داره اقتدار قانونی است، یعنی مردمی که دور هم جمع میشن، قانونی تصویب میکنن، نمایندگانی رو انتخاب میکنن، رئیس جمهوری رو انتخاب میکنن و ادامه پیدا میکنن. شما اون اقتدار کاریزماتیک رو نمیبینید. حالا ممکنه یه اشخاصی هم باشن داره جنبه های از کاریزما باشن، اما صرفا با اون نوع اقتدار شما نمیتونید حکومت میکنید، بلکه باید از طریق اون سیستم های انتخاباتی از کاریزمای خودتون بهره ببرید و برسید به اون مقام ریاست جمهوری. و ما داشتیم رؤسای جمهوری که در ایالات متحده تا حدودی ویژگی های کاریزماتیک داشت. برگردید به نظام گذشته ما در دوران رژیم پهلوی، یه اقتداری داشتیم، اقتدار سنتی بود، وجود یک پادشاه که مشروعیت خودش رو از سنت میگیره و بعد هم از همان طریق سنت این رو منتقل میکرد به فرزندان خودش. بخشای دیگر جامعه اقتدارش رو از جنبه های عقلایی میگیره، قانونی میگرفت، مثل مجلس. هرچند در دوران گذشته خب ما میدانیم در اکثر مواقع اصلا انتخابات وجود نداشت، نمایندگان نمایندگان واقعی مردم نبود، یه مجلس فرمایشی بود، نخست وزیرم بله قربانگو بود و فقط سر و شکلی از نظام قانونی داشت، که البته اینجا من عرض خواهم کرد دلیلش بر این است که شما در درون یک جامعه شاید این نوع رفتار رو ببینی، اختلاف هم به وجود میاد، یعنی شما در درون جامعه ایالات متحده دیگر اقتدارها رو ندارید، فقط یه اقتدار دارید، اقتدار قانونی است، بنابراین دیگه دو اقتدار در برابر هم قرار نمیگیرند که ما بدونیم در زمان تزاحم و تخالف کدوم اقتدار بر یکی دیگه حاکمه. این برای جوامعی صادقه که اقتدارهای متعددی در درون اون وجود داره و گاهی با هم نزاع میکنن. در دوران پهلوی این اقتدار رخ داد، یعنی یک بخش اقتدار سنتی است، یک بخش اقتدار قانونی است. اما چون اقتدار سنتی قدرتمندتر بود، اقتدار قانونی رو زیر سوال برد، فاقد موضوعیت کرد،
فاقد محتوا کرد. به همین دلیل بود که شاه اگر هرچی دستور میداد مجلس هم میگفت چشم. نخست وزیران هم کسی نبودن جز کسانی که در خدمت اوامر پادشاه باشن. احزاب هم همونایی بودن که پادشاه دستور میداد. در انگلستان شما همین دو اقتدار رو دارید. یعنی بخشیش اقتدار سنتی است در نهاد پادشاهی، بخش دیگر نهاد قانونی است که شما در پارلمان میبینید که خب بعد در نخست وزیری تجلی پیدا میکنه. یعنی اکثریت پارلمان نخست وزیر رو هم تعیین میکنه. اینها اون بخش مشروعیت اقتدار قانونی است. حالا اگر اختلاف رخ بده حق با کیست؟ در انگلستان چون نهادهای قانونی قدرت بیشتری دارن، بنابراین مجلس دیگه فاقد موضوعیت نیست، فاقد محتوا نیست، بلکه اون پادشاه دیگه نماده، اون ملکه دیگه سمبوله. هر وقت پاشو بخواد بیشتر از اون حدود اختیاراتش بذاره، اون نهادهای قانونی جلوش رو خواهند گرفت. پس اون دقت فرمودید در درون جوامعی که اقتدارها متعددن، باید ببینیم کدوم اقتدار ارجحیت پیدا میکنه. در جوامعی که اقتدارها واحدن خب هیچ مشکلی نیست، چون تضادی هم پیش نمیاد. حالا جنبه سوم رو من عرض میکنم. در زمان جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی در تضاد سه اقتدار قرار میگیره. یکیش اقتدار کاریزماتیکه، در زمانی که آقای روح الله خمینی آمد، یک نهادی بسیار بالاتر از همه بود، نه هم نهاد مرجعیت بود، ولایت مطلقه فقیه بود و خیلی چیزهای دیگه. دومین مسئله مربوط به روحانیت بود، اقتداری که در بخشی از جنبه‌های سیاسی نهادهایی بودند که فقط روحانیت در اونجا بود، کار نظارت رو انجام میداد، که بعداً البته قدرت رو هم به دست گرفت. یعنی شخص سید علی خامنه‌ای مشروعیتش از طریق نهادهای سنتی است، پایگاه سنتی روحانیت. و سومین جنبه، جنبه قانونی بود، چیزی که شما مثلا در مجلس میدیدید یا در ریاست جمهوری که مردم میرفتن در انتخابات شرکت میکردن. آقای ابوالحسن بنی صدر میامد، با هنر میامد، رجایی میامد، موسوی اردبیلی میامد در مجلس و ریاست جمهوری. این افراد میامد. مشکل در جایی است که تضاد رخ بده و ما از این تضادها زیاد داریم در جمهوری است. گفتی نهاد قانونی مثل ریاست جمهوری که نمایندش ابوالحسن بنی صدر، در مورد کشور با نهادهای دیگر دچار مشکل میشه، شما میبینید اون مشروعیت و اقتدار کاریزماتیک بر نهادهای قانونی حکومت میکنه. یعنی آقای خمینی با اون نوع نگاه خاصی که داره کاملا افرادی مثل ابوالحسن بنی صدر و دیگران رو حذف میکنه. اینا همه نیازمند بستر سیاسی جامعه هست. یعنی شما فکر نکنید اگر هر اقتدار کاریزماتیکی باشه که بستر جامعه فراهم نباشه هم میشه انجام بشه. نه، هنوز اون اقتدار کاریزماتیک وقتی کار میکنه، روح الله خمینی از اون برای حذف ابوالحسن بنی صدر استفاده میکنه. یعنی مشروعیت کاریزماتیک تا سال 58-59 حکومت داره بر مشروعیت‌های قانونی و سنتی. گاهی تصمیمات خمینی با نگاه حوزه علمیه در تضاد بود. شما نمونهش رو آیت الله شریعت مداری میتونید ببینید. یکی مشروعیتش کاریزماتیکه، دیگری یعنی آقای شریعت مداری مشروعیتش سنتی است. در تضاد میان اونها کی حاکم میشه؟ باز میبینید اون مشروع کاریزماتیک. اینا وقایعی هستن که ما دیدیم. یعنی در خلأ نمیشه امر سیاسی رو بحث کرد. باید بشناسیم این جامعه چگونه داره کار میکنه، مشکلاتش از کجاست. اگر خمینی اون مقبولیت رو نداشت که نمیتونست شریعت مداری رو کنار بزنه. این کاریزماتیک رو داشت، ویژگی ها رو داشت که در برابر اون نگاه سنتی روحانیت هم میتونست عمل بکنه. همین مسئله در مورد
بحث ولایت فقیه مطرح شد، جایی که سید علی خامنه‌ای که آن زمان رئیس جمهور بود آمد و در مورد مسائل مختلفی از جمله حدود اختیارات ولی فقیه و دیگر مسائل با آقای خمینی مشکلی پیدا کرد، در اون داستان مربوط به آقای موسوی و دیگران. اونجا ما دیدیم که اقتدار کاریزماتیک بر اقتدار سنتی چربید، یعنی جایی که آقای خمینی به سید علی خامنه‌ای گفت اصلا تو ولی فقیه هم نمیفهمی چیست، یعنی سواد تو به اندازه‌ای نیست که بخوای در مورد بحث ولایت فقیه با من بحث بکنی. اختلافاتی اگر رخ میداد شما دیدید وجود داره، وقتی آیت الله منتظری رو کنار میذارن، اینا همه ناشی از همون اقتدار کاریزماتیک. بعد از رفتن و فوت روح الله خمینی و آمدن سید علی خامنه ای، حالا دیگه اون اقتدار کاریزماتیک از صحنه سیاسی ما کنار رفت، ماند یک اقتدار، یعنی اقتدار سنتی که در نهایت ولایت فقیه وجود داشت و در قانون اساسی آمد، و دیگری نهادهای قانونی، یعنی آن چیزی که در نمایندگی مجلس، انتخابات ریاست جمهوری و برخی از این بحث‌های شورا و این چیزها مطرح بود. در اونجا ما دیدیم اختلافاتی رخ داد، به خصوص زمانی که سید محمد خاتمی آمد. خب اندیشه‌های او کمی مغایر بود با اون دیدگاه هایی که سید علی خامنه‌ای داشت، اما شما دیدید باز نهاد سنتی کاری کرد که نهاد قانونی نتونه عمل کنه. به همین دلیل است که سید محمد خاتمی معتقد بود ریاست جمهوری در ایران مثل یه تدارکاتچی بودنه، حکومت از شما میخواد تدارکاتچی باشی، فقط هرچی ما امر کردیم شما هم برید و انجام بدید. پس زمینه و بستر سیاسی ما به دلیل اینکه هنوز منابع و مشروعیت های اقتدار سنتی و کاریزماتیک رو دارد و داشته، با مشروعیت قانونی در تضاد قرار گرفته و بسیاری از این نزاع هایی که ما در امر سیاسی داریم میبینیم حاصل این تضاد و جنگ منابع اقتدار. به همین دلیل سید علی خامنه‌ای دوست نداره اقتدار خودش رو به دست قانون بده، به دست مردم بده، به دست انتخابات بده. چون وقتی او بخشی از این اقتدار رو به مردم بده، دیگه از اقتدار خودش کم میشه، دیگه میشه مثل ملکه انگلیس، مثل پادشاه انگلیس، مثل پادشاه کشورهای شمال او. ما باید سعی بکنیم در آینده اقتدار و مشروعیت رو بر پایه اقتدار قانونی و عقلانی بنا بکنیم. هر نوع اقتداری که بخواد جلوی این اقتدار رو بگیره میتونه خطرناک باشه، یک بازگشت به عقب باشه. این اقتدار قانونی، این اقتداری که از عقل و خرد مردم هست، در برابر دیگر اتوریته ها همیشه در حال جنگ بوده. بخشای از این اتوریته ها رو کی ایجاد کرده؟ یعنی ویژگی هایی که اتوریته کاذب یا اتوریته درست ایجاد کردن در طول تاریخ چیا بودن؟ ما با مطالعه جوامع انسانی در امر سیاسی میفهمیم اونهایی که برای ما اتوریته بودن، یعنی حق امر و نهی برای خودشون محفوظ بود و مردم هم یا با رغبت یا بدون رغبت به اون تن میدادن، چیا بودن؟ مهمترینش کتاب مقدس بود. کتاب مقدس بود که میگفت این آقا پیامبره، اون آقا حاکمه، حکومت از آن خداست، به هر کی بخواد میبخشه، از هر کی هم که بخواد باز میسته. ذیل اون متولیان کتاب مقدس، شما امامان رو داری که در کتاب مقدس هم ممکنه نیامده باشه، اما اون متولی یا افراد دیگر این رو هم به همان منبع و مشروعیت کتاب مقدس میرسانند که خداوند این رو تعیین کرد. حالا دو روز آینده بحثی است در مورد قدیر خم، چون نزدیک میشیم به روز 18 ذیحجه که بحث قدیر خم هست، ما روز پنجشنبه به شکل مفصل در مورد باور ما به قدیر و بحث امامت علی ابن ابی طالب خواهیم پرداخت در روز پنجشنبه. و شما میبینید امروز شیعیان معتقد هستن که خلافت و امامت حق علی است و این رو من و شما تعیین نکردیم، این رو خدا تعیین کرده.
پیامبر اسلام هم فقط مبلغ بوده، ابلاغ کرده، پیام رو رسانده، پیام رسان بوده. مردم در این امر و نهی نقشی ندارن. خدا تعیین کرده که علی بر مردم امر و نهی. بخشیش مربوط به کتاب های مقدس بود و اینها رو شما میتونید در سنت ها هم پیدا بود. بخش دیگر اشخاصند، یعنی آنهایی که در سنت من عرض کردم، پادشاهان، کاهنان، شمنها و گروه های دیگری که به دلیل جایگاهی که پیدا کردن اتوریته ایجاد کردن برای مردم به صرف شخص بودن خاص. دیگر منبع اتوریته علم از گذشته هم وجود داشته. این پدیده اتوریته علم مختص به جهان جدید نیست، در گذشته هم وجود داشته. ما اون علمی که در مورد گذشته بود یک علم فراگیر بود. مثلا فیلسوفان در یونان خودشون رو در جایگاهی میدونستن که حکومت حق اوناست، اونها میتونن رأی بدن، اونها میتونن نظر بدن، هر کسی نمیتونه حاکم باشه. به همین دلیل اون اندیشه فیلسوف شاه رخ میده که مردم فاقد درکن، فاقد شناختن، جامعه رو فقط فیلسوفان و یه اندیشمندان خاصی میشناسن. در درون جامعه شیعی هم بعداً این نظر ولایت فقیه یا حکومت فقها در جنبه های مختلفش از همین اندیشه بیرون آمد، نه از فلسفه یونان، نه از اینکه عالمان یک علم خاص توانایی این رو دارن که حاکم جامعه باشه. این حق برای اونهاست، این اتوریته و مشروعیت برای اونهاست. حالا چون جامعه ما دینی بود، فقها برجسته شدن، علمای دینی برجسته شدن. جامعه یونان چون جامعه بود تقریبا عقل محور، خرد محور، در اونجا عقلا مثل فیلسوفان و اندیشمندان برجسته شد. این اتوریته که امروز مهمه مردمن، به دلیل اینکه جامعه فقط نیازمند یک عالم علم خاص نیست که فقط فقها باشن، فقط فیلسوفان باشن، نه، در درون یک جامعه در امر سیاسی علوم مختلفی دخیله. یا فقها ها اقتصاد میدونن، یا فیلسوفان اقتصاد میدونن، خیلی از اونها نمیدونن. یا اونها روانشناسی جامعه رو میتونن درک کنن، روانشناسی اجتماعی رو میتونن بفهمن، یا جامعه شناسی رو بلدن، یا به علم حقوق اشراف دارن، یا با سیاست چه در بعد داخلی چه سیاست بین الملل ارتباط دارن. بنابراین آرام آرام وقتی وارد عصر علمی و تخصصی میشیم یاد میگیریم که جامعه یک پدیده چند وجهی است، چند جنبه است، چند ذهنی است و شما برای هدایت این جامعه به همه مؤلفه ها نیازمندید. با توجه به اتمام وقتم من نرسیدم بقیه ادله مربوط به دموکراسی رو عرض بکنم، چون هنوز اصلا وارد بحث دموکراسی هم نشدم. آن 5-6 موردی که ما در دفاع از دموکراسی به کار میبریم برای اثبات همین مسئله هست، برای تبیین همین مسئله هست که چرا اتوریته دموکراسی که از دل مردم بیرون میاد برای ما بهتر از اتوریته های دیگر کار میکنه، از اتوریته کتاب مقدس، اشخاص خاص، علم خاص که در درون جامعه قدیمی ما، جوامع سنتی ما وجود داشته، و چرا امروز باید به سمت دموکراسی بریم که بتونیم جامعه بهتری رو بسازیم. برای همین بحث در مورد ادله دموکراسی که نزدیک به 7-8 مورد هست رو من باز در جلسه آینده که البته به بحث قدیر خواهیم پرداخت، اما برای سه‌شنبه هفته بعد در خدمت شما خواهم. سپاسگزارم از تلویزیون پارس که این فرصت رو فراهم کرد که بتونیم در خدمت شما باشیم. تا فرصت دیگر، بدرود و موفق باشید. Hey Jerry Law Group.
وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و نوادا، سامان حیدری و همکاران، متخصص در تصادفات و صدمات شدید بدنی از جمله اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت. دفاتر سامان حیدری در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 heydarilawgroup.com. خواستم تشکر کنم از شما. اون جیولریزی که ما اوردر کردیم هفته پیش رسید و working very well. خواستم تشکر کنم از شما. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها و یک شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، تکرار برنامه چهار شنبه ها ساعت 15، 818-344-5050، 818-377-31. از شبکه جهانی تلویزیون پارس. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در یک هفته، دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز اوفک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288، 949-202-7288. پنیر پیکنیک تهیه شده در اتریش از شیر کاملا طبیعی، یکی از پرطرفدارترین محصولات کراجان می باشد. در هر سن و سالی که هستید، صبحانه، نهار و یا شام خود را با پنیر سالم و مقوی پیکنیک تکمیل تر کنید. پنیر پیکنیک را می توانید از تمام سوپرمارکت ها خریداری کنید. پنیر پیکنیک، بهترین بهترین ها. برای تماشای تلویزیون ما نیازی به ماهواره ندارید. شبکه ما را می توانید از طریق تمامی پلتفرم های ریلویز در هر کجای دنیا که به اینترنت دسترسی دارید تماشا کنید. اگر دیدن برنامه ای را از دست دادید، می توانید با مراجعه به آرشیو 72 ساعته ریلویز برنامه مورد علاقه خود را پیدا کرده و تماشا کنید. ریلویز، پل ارتباطی شبکه ما با شما. شرکت ریلویز به اطلاع می رساند که به دنبال استقبال بی‌سابقه شما عزیزان، تخفیف بهاری اپلیکیشن ریلویز تا آخر تابستان 2023 تمدید شده است.